زبیولا پروانی از ولایت پروان هست، 18 ساله هست، وزن بدنشون هم درست هست، 60 کیلوگرم. حرفشان مرتضا عیار کوهستانی است. مرتضا عیار کوهستانی از ولایت کاپیسا هست و هم 18 ساله هست، وزن بدنشان هم درست است، 60 کیلوگرم. تشویق بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. زبیولا پروانی اسم یک تن از ورزشکاران سازمان OFC تحت نظر استاد محمد صدیق نوری تمرین میکنم. 1.5 سال میشه در مسابقه قدم دیگه دریف گفتنی خاص ندارم. به نام خدا مرتضی هستم. عیار کوهستانی تخلص میکنم. مدت 2 سال میشه تحت نظر قهرمان عبدالعظیم بدخشی تمرین میکنم و 15 روز میشه که به این مسابقه آماده ای گرفتیم و امید که یک فایت خوب داشته باشم. به حریف ما میگفتنی ندارم. مسابقه 7 مسابقه کردیم که 1 دانش به حریف واگذار کردیم و دیگرش موفق بودیم. به این مسابقه مدت 15 روز میشه که آمادگی میگیرم و امید که یک فایت خوب بتانم کرده. برای تشویقگر من خانواده و دوستایی مست دهی عرصه و ما از این خورترکی شوق علاقه داشتم که این ورزش رو بیارم. Let 'em out.
بینندگان عزیز، رسیدیم به جوری ششم رقابت های امروزی که در وزن 60 کیلوگرم برگزار شده است و ورزشکاری که در گوشه سرخ تماشا میکنید نماینده ولایت پروان هست، 18 سال سن دارد و سابقه خیلی خوب در مبارزات آزاد در داخل از کشور دارد و او هست زبیح‌الله پروانی. حریفش هم که در گوشه آبی تماشا میکنه نماینده ولایت کاپیسا هست، 18 ساله هست، 60 کیلوگرم وزنش است. او هم یکی از ورزشکاران مطرح مبارزات آزاد در داخل از کشور هست و او هست مرتضی عیار کوهستانی. طبق قوانین و مقرراتی که در سمینار برتان گفته شده عمل میکنید، کوشش کنید فاول نزنید. داور وسط هم استاد مسلم ملکزاده است، یک تن از داوران خوب سازمان OFFC و همچنان قهرمان است در مبارزات آزاد در سازمان های مختلف. راند اول آغاز میشه، امارات پشت سر همه پروانی رو میبینید که حرف را بلند میکنه، روی کیچ قرار میده، حالا هم تلاش داره تا ضربات مؤثر را در برابر حریفش داشته باشه. حریفش هم دستش را خیلی خوب قفل کرده است و اجازه هیچ گونه ضربه و همچنان حرکات را نمیده. اصلا مرتضی میبینید، مرتضی عیار کوهستانی هست که روی حریف قرار دارد و تلاش داره تا ضربات خوبی را در برابر حریفش داشته باشد. باز هم ضربات مش استفاده میشه از طرف مرتضی. ضربات پاک استفاده میشه از طرف مرتضی. باز هم تلاش داره مرتضی تا ضربات خوبی را در برابر حریفش داشته باشه. ضربه آرنج را اجرا میکنه و باز هم تلاش داره تا ضربه بوکس را و همچنان ضربات خوبی را در برابر حریفش داشته باشه. باز هم زبیح‌الله پروانی رو میبینید روی حریف هست. باز هم ضربات آکن اجرا میشه از طرف زبیح‌الله. باز هم زبیح رو میبینید که راند اول مسابقه رو خیلی خوب آغاز کرده، تا اینجای کار روی حریف بوده و تلاش داره تا ضربات بوکس و همچنان ضربات آرنج و همچنان از حرکات های گروبلنگ جی جیسو در برابر حریفش استفاده بکنه. باز هم فرصت خوبی است برای زبیح، دوباره حریف را بلند میکنه که روی کش قرار بده و تلاش داره که ضربه بوکس را استفاده بکنه. فرصت خوبی است، ضربه مش های سنگین است طرف زبیح‌الله پروانی رو تماشا کرده. باز هم زبیح‌الله پروانی دست حریف را قفل کرده. زبیح‌الله پروانی تلاش داره تا حرکت بوکس را استفاده بکنه. از طرف مرتضی هم خیلی خوب مهار میشه این ضرباتش و در ادامه هم زبیح‌الله میبینه که تلاش داره تا عملکرد بهتر و همچنان عملکرد خوبی در برابر حریفش داشته باشه. ضربه بوکس اجرا میشه، باز هم زبیح‌الله پروانی. زبیح‌الله پروانی یکی از ورزشکاران خوب مبارزات آزاد است، همانطور خودش یادآور شد 10 مسابقه را در گذشته در سازمان های مختلف در داخل از کشور انجام داده و پیروزی های زیادی هم در بخش مبارزات آزاد در کارومی ورشش دارد و ایرانده هم در پایان میرسد و ما هم برمیگردیم به استاد واسه قیومی. میشه استاد در رابطه با عمل کرده دو ورشکار و همچنان تکنیک هایی که بیشتر در مبارزات آزاد های زهمیت هست و میتونه امتیازات خوبی را بعد از بیاره صحبت بکنه. تشکر میکنم، زنده باشین. در قدم اول خوش آمدید میگم تشریف آوری استاد دزمره گردیزی، یکی از استادای برجسته ورزشی رزمی و استاد خیری، یکی از قهرمانای مویتای افغانستان در تالار و فایت ما بسیار خوب جریان داره و این مسابقات ما پیشترم برتون گفتم که این مسابقات نه در باخت کسی مایوس شود نه در برد، خدا اینا خواسته
خوش شما. بخاطر از اینکه مسابقات ما تورنمنت است و ما میخواییم که بهترین ها در نظر گرفته شما به مرور زمان بهترین ها بیان. نه در باخت نه برد، در برد کسی مایوز شما یا خوشحال. تشکر میکنم از استاد واسه قیمه رام داده اون مسابقه هم تا لحظات بعد به آغاز خواهد شد. آمده دوم مسابقه هم آغاز میشه و ضربه لوکیک اجرا میشه از طرف مرتضی زبیولا. در دوم ضربات پشت سر هم مشت است هر دو برش کارو میبینیم و تعادل حریف برهم میخوره و باز هم مرتضی عیار کوهستانی رو میبینیم که رفت میکنم و در ادامه هم حالا زبیر می روی حریف است و میبینیم که دست حریف رو مرتضی خیلی خوب سب میشن گرده تلاش داره تا از حرکت سب میشن و قف کردن مفصل روی حرفش استفاده میکنه. فرصت خوبی است برای مرتضی عیار کوهستانی. حالا ببینیم در نهایت موفق خواهد شد. باز هم زبیه حرف را بلند میکنه و تلاش داره تا از این حرکتش خود را نجات بده که موفق میشه و باز هم روی حرف قرار میگه. فرصت خوبی است برای مرتضی. دست حرف را میگیره و مرتضی تلاش حرکت سب نشان انجام بده. تلاش های مرتضی را میبینه و هنوز هم حرفش مقاومت نشان میده در برابر او و باز هم تلاش مرتضی که در نهایت موفق نمیشه. حرف را توسط تپ اوت تسلیم توسط سب میشن تسلیم بکنه و حرفش هم با آسانی تپ اوت نمیکنه و باز هم بازی به حالت نرمال پیش میره. فرصت خوبی است دوباره عملکرد خوب مرتضی رو میبینید که تلاش داره دست حرف را سب میشن قرار داده و فشار میره. حالا بیرون موفق خواهد شد در نهایت یا خیر بعد ببینید که باز هم موفق نمیشه مرتضی و در نهایت زبیولاه پروانه رو میبینید که مقاومت خوبی از خود نشان میده و فعلا هم روی حریف هست. تلاش داره تا ضربات بوکس را در برابر حریفش استفاده بکنه. ضربات بوکس را استفاده میکنه و باز هم تلاش مرتضی عیار کوهستانی رو میبینید که در صددی هست و بتونه از حرکت سبمیشن روی حریفش استفاده بکنه. نباید از نیت یا از جال کیچ بگیره و دار وسط خیلی مواظب باشه تا اینکه از فاول که در جریان بازی انجام میشه جلوگیری صورت بگیره و مسابقه جوان مردانه را دو ورزشکار داشته باشه. باز هم مرتضی را میبینه گردن حریف را خیلی خوب تانسته در وسط هر دو پاش بگیره. حالا فرصت خوبی است برای و تلاش داره تا باز هم از حرکت سب نشان در برابر حرفش استفاده بکنه. ضربات انفرادی بوکس از زبیولا پروانی رو هم تماشا میکنه. فرصت خوبی است برای مرتضی و سب نشان خوبی گرفته حرف را. حالا ببینید که این بار موفق خواهد شد یا خیر. تلاش های مرتضی را میبینید ضرباتش را همچنان استفاده میکنه و تا اینجای کار زبیولا پروانی مقاومت خوبی از خود نشان میده و در برابر حرفش تسلیم نخواهد شد و مسابقه خواهد کرد و باز هم تلاش ها ادامه دارد. ثانیه های پایانی راوند دوم مسابقه است و فرصت خوبی است برای مرتضی عیار کوهستانی و حریفشون شانس میره زبیولا پروانه که ایران به پایان میرسد و ببینیم که در نهایت در راوند پایانی و راوند سوم مسابقه کدام از این دو ورزشکار موفق خواهد شد تا حریفشون را شکست بدهد. حالا هم برمیگردیم به استاد واسه قیومی میشه در رابطه با سبمیشن هایی که از طرف مرتضی گرفته شده بود چقدر تاثیرگذار است و مطمئنا امتیاز را باید زبیولا کسب بکنه یا اینکه با این سبمیشن که هرچند که مرتضی در زیر بود او بعد از خواهده بود. کسی که سبمیشن گرفته او نمرات خودم میگیره و کسی که سبمیشن هم خلاص کنه او نمرات خودم میگیره و جای بسیار خوب بود. میدونیست که مرتضی جان سبمیشن رو بسیار خوب گرفته بود اما توانست که خودم خلاص بکنه حریفش. انشالله که راوند سه مانده ببینیم که در راوند سه چی میکنم. بله همانطور که تماشا کردین هر دو ورزشکار مکسیکار هستن و بیشتر بازی را روی کیچ به پیش بردن از حرکات گروپلنگ جی جی سو از حرکات کشتی و همچنان ضربات بوکس پا خیلی خوب در دو راند
که سپره شد انجام دادن. حالا هم راند سوم مسابقه خاص میشه و باکی یک جام میشه که حرفش خیلی خوب میتونه برامت خوبی داشته باشه از ضربه ای که از طرف مرتضی انجام شد، ضربه فرانکیک. آکن اجرا میشه و باز هم بوکس اجرا میشه از طرف مرتضی، ضربه فرانکیک آنچنان مؤثر نیست. دوباره هم ضربه لوکیک، مدال کیک اجرا میشه و برامت حریفش هم تماشا کردین. راند سوم مسابقه است، هر دو ورزشکار هم خسته به نظر میزه. ضربات پشت در هم بوکس از جانب مرتضی اجرا میشه، بکی که دوباره به حریف صحبت نمیکنه. حالا فرصت خوبی است برای زبیولا پروانه، دوباره روی حریف قرار میگیره و تلاش داره ایبار از ضربات بوکس و همچنان از ضربات آرنج در برابر حریفش استفاده بکنه و موقعیت خوبی را اختیار کرده زبیولا پروانی. حالا ببینیم در نهایت موفق خواهد شد تا ضربات موثری در برابر حریفش داشته باشد. آخر حریفش هم ببینید که ازیر عملات خوب و همچنان ضرباتی که از طرف زبیولا پروانی اجرا میشه با خوبی میتونه مهار بکنه و در ادامه هم تلاش داره تا جهت بازی را تغییر بدهد. یک دقیقه و 37 ثانیه تا پایان این مسابقه باقی مانده است. حالا هم زبیولا پروانی رو ببینید که روی حریف قرار دارد و فولگارد خوب را اختیار کرده، تلاش داره تا ضربات آرنج و همچنان از عملکرد خوبی در برابر حریفش داشته باشه. و حالا هم زبیولا پروانی رو ببینید، تلاش زبیولا موفق نشده، ضربات بوکس رو استفاده میکنه و حریفش رو ببینید که دستای زبیولا پروانی رو خیلی خوب تونسته در تسلطش داشته باشه و اجازه هیچ گونه ضربه آرنج و بوکس را به حریفش نمیده و زبیولا هم تلاش داره تا بهتر در این مسابقه نسبت به حریفش بدرخشه. حالا ببینیم که ثانیه های باقی مانده و در واقع ثانیه های سرنوشت ساز را این دو ورزشکار چه خواهند کرد و در نهایت پیروزی دیدار کدام این دو ورزشکار شناخته خواهد شد. 37 ثانیه تا پایان مسابقه زمان هست. حالا هم زبیولا روی حریف است، حریفش هم میبینه که روی کش قرار دارد و تلاش زبیولا، ضربات بوکس جامش از طرف زبیولا، باز هم زبی رو میبینه ضربات بوکس رو تلاش داره استفاده بکنه و حریفش هم میبینه که تلاش داره ضرباتش رو به خوبی و هار بکنه و حالا هم فرصت خوبی است، ثانیه های باقی مانده است، ثانیه هایی که میتونه امتیاز را کسب بکنن زبی. حالا ببینیم در ثانیه باقی مانده خواهد تانست عمل کرده داشته باشد یا خیر. حالا هم ضربات او را میبینید، ضربات آرین و همچنان ضربات موثری را نمیتونه استفاده بکنه و پایان مسابقه. خب از آن برنده تماشا کردیم که هر دو ورزشکار سه راند را خیلی خوب رقابت کرد و نتیجه مسابقه هم نظر به تصمیم داورای کنار اعلام میشه و پیروزی این مسابقه هم هست زبیولا پروانی. از محترم دکتر صاحب لطیف و همچنان بشیر احمد سباون رئیس شرکت اینترنتی، قماندان صاحب یقین و همچنان وحید الله ملک زاده خواهش میکنیم که در داخل کیش تشریف برن. زبی عزیز اول که تبریک باشه شد مسابقه خودت. بسم الله الرحمن الرحیم، یک تشکری خواستم خود از دوستان هم استاد صدیق نوری و یک تشکری از پدرم برادرم، یک تشکری از استاد حسین قیمی که این مسابقه رو برای رشته جوانان برگزار کرده، یک تشکری خواست از ملای حسان و جمعه خان پروانی. تشکر میکنم از زبی عزیز. فکر کنم مرتضی عیار کوهستانی هم صحبت هایی را داره میشه و حرفایتون را بگوید.
به نام خدا سلام عرض ادب خدمت مردم عزیز افغانستان و حاضرین در تالار. ما برد و باخت خود ده مقابل افغان خود هیچ وقت حساب نمیکنم. شما شاهد میبودین که اگر ما ایر نکاوت میکنم بازم ده سری بلند میکردم و همه گفتم که زنده باد افغانستان. تشکر میکنم از عیار عزیز، از مهمانان عزیز خواهش میکنم که تقدیرنامه و همچنان جام را که برشون مد نظر گرفته اهدا نماید. همچنان استاد واسه قیومی رئیس سازمان UFFC کشور تقدیرنامه ای را برای کماندان صاحب مجیب الرحمن مد نظر گرفته که برشون اهدا نماید و همچنان به کماندان صاحب شکر که زحمت های خیلی زیادی را کشیدند از استاد قیومی صاحب خواهش میکنم که این تقدیرنامه را هم برشون اهدا نماید. فکر میکنم که کماندان صاحب کوتاه دیدگاهی داره، از ایشان میشنویم. تشکر از شما، از برکناری و در ورزشکارا، از جوانه و از جوانه افغانستان مومده رمی امید امامیست که همیش درس بکنن و ورزش کنن که نامی وطن در باشن. تشکر میکنم از قمانده صاحب و همچنان از تمام نیروهای امنیتی کشور که شبانه روزی برای تأمین امنیت کشور زحمت های فراوان را کشیده. و عزیزان ما هم میان برمی کوتاه می داشته باشیم، زود برمیگردیم.